تحریم. این آیات بیارید. این آیه به اصطلاح آخر آیات است. می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیغمبر، با کافرها و با منافقین جهاد کن، بر اونها سخت بگیر، جایگاه اونها جهنم است و خیلی بد جایگاهی است. گویا شیعه، گویا خداوند پا، گویا نیست، حتما است ممنون تا فرمان. میدونستی که شیعه میخواد از دو آیه بعدی، از آیه بعدی سوء استفاده کنه، این آیه رو بالا گذاشته. به پیغمبر خود امر کرده که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با کافرها و با منافقین جهاد کن، سخت بگیر بهشون. و دستوره، یعنی اگر که زبانم لال، چون شیعه که میگه شیعه مثل صابون لیز دست در میره، میگه که کافر بود حضرت زبانم لال حضرت عایشه و حفصه، میگه نه منافق بود. خب منافق هم خدا گفته. ببینید، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، منافقین هم میگه بهشون سخت بگیر، جاهد جهاد یعنی جهاد کن باشون و سخت هم بگیر، و غلظ علیهم و خیلی سخت باشون برخورد کن. ولیکن اول همین سوره تحریم، ممنون متفاوت، اول همین سوره تحریم میبینیم که پیغمبر ناز زن خود رو به اصطلاح قبول میکنه و میگه که من فلان چیز حلال نمیخورم. این سختگیری بود؟ پس دیدید که تا آخر عمرم همینطور بود، حتی بعد از وفات. آدم که زن دوست نشته باشه طلاقش میده، میگه برو، پیغمبر رو گفته بود خدا حق نداری زن تو طلاق بدی، و بعد از وفاتم گفت در خونت بشینه. پس نه منافق بوده نه کافر بوده، شیعه دروغ میگه. و اگر بوده پس این آیه رو پیغمبر زیر پا گذاشته از زبانم لال. خب باز شیعه این آیه رو میرسه، ضرب الله مثلا للذین کفروا، خداوند مثال زد برای کسایی که کافر شدن، للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. خداوند مثال زد برای کسایی که کافر شدن، زن نوح و زن لوط رو که در زن دو بنده خیلی صالح ما بودن، ولی چون که خیانت کردن اون دو نفر نتونستن برش کاری بکنن، پس نمیتونن کاری بکنن، پیغمبرام اگه خدا نخواد و از خدا کاری بکنن، و اینا رو گفتن که شما در جهنم داخل شید. پس شیعه اینی چی کار میکنه؟ همون قیاس باطل به کار میبره. میگه دیدی زن پیغمبرم ممکنه که کافر بشه؟ بله ممکنه زن پیغمبر که کافر بشه. خب زن ولی هم کافر میشه دیگه، چرا؟ پس ما اگه یکی بیاد ادعا کنه به همین دلیل که مثلا حضرت فاطمه زمانم لال کافر بوده یا منافق بوده، این استدلال شما قبول میکنید که از ما میخواید مال عایشه و حفصه رو قبول کنیم؟ نه، میگه شما حداقل قبول کنین که چنین چیزی ممکنه، بقیش ما ثابت میکنیم. بفرما ثابت کن، ما قبول کردیم. خب این دوتا کافر بودن، سرشون خدا چکار کرد؟ گلدسته بهشون داد، قنچه بسته بهشون داد، یا آتش داد، یا در دریا خرقشون کرد؟ آیا با حضرت حفصه هم همین کار کرد؟ آیا با حضرت عایشه هم همین کار کرد؟ پس قیاسشون باطله، مثل عصای موسی.